سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چانگی هستم، از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. برگ ریزان درختان آماده شدن برای فصل زمستان و آماده تر شدن برای بهاری که پس از زمستان خواهد آمد و رختی نو. در تهران اما علیه سنت های ایران بار دیگر به اقداماتی دست زدن. در این زمینه با شما عزیزان گفتگوی خواهیم داشت یا گپی خواهیم داشت، اما پیش از آن آنچه که در ارتباط با حقوق بشر در ایران می گذرد، وضعیت زندانیان سیاسی و مسائل جاری در ارتباط با جنگ اسرائیل علیه سازمان تروریستی حماس و سفر ابراهیم رئیسی به آن سوی خلیج فارس در نشست عربستان سعودی، کشورهایی که زیر عنوان اسلامی معرفی شدند با اکثریت مسلمان و هیچ کشوری طبعا نباید و نادرسته که با مذهب و دین تعریف شناسایی و معرفی بشه. آنچه که امیر قطر انجام داد، حتی طرز نشستن امیر قطر رو در سخن و گپی که با ابراهیم رئیسی داشت اهانتی مستقیم و عمدی به او و مجموعه جمهوری اسلامی تلقی کرد، اما دمپایی سنت دیرینه ای سما نه در مراسم رسمی یا دیدار با مسئولان کشورهای دیگر. جمهوری اسلامی عملا به فرمانبری از قطر در ارتباط با مسائل خلیج فارس رسیده است. دو میهمان داریم، آقای نیما سعیدی و آقای بابک شکرابی از اروپا و کانادا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. آقای نیما سعیدی درود به شما، خوش آمدید. درود بر شما چالنگی، درود بر مخاطبین و بینندگان محترم این برنامه و همچنین مهمان این برنامه آقای شکرابی، وقتتون بخیر. و درود به شما آقای شکرابی. منم درود عرض میکنم خدمت شما جناب چالنگی، بینندگان محترم کن، همکاران محترمتون و همطور جناب سعیدی گرامی. قربان رقم قم سنگینی که آقای سعیدی دارن به خاطر از دست دادن مادر بزرگ گرامی که ما نیز با شما همسوک هستیم. آقای سعیدی گرامی ممنون که پذیرفتید دعوت ما رو در برنامه هست. آقای سعیدی عزیز، به نظر میرسه که مسائل مربوط به حقوق بشر آقای سعیدی گرامی، به نظر میرسه که مسائل مربوط به حقوق بشر، پایمال شدن گسترده حقوق بشر در ایران عملا به یک امر عادی تبدیل شده. حتی فعالان سیاسی در خارج ایران هم میبینن کمتر به این موضوع میپردازن. این رو چطور تعبیر تفسیر میکنن در حالی که بعضی زندانیان سیاسی هر روز وخیم و وخیمتر میشه؟ شربختانه همینطوره. بیشتر منابعی که در خصوص پایمال شدن حق انسان ها به ویژه در اون میثاق جهانی حقوق بشر، انجمن ها و اون گروه ها و مؤسساتی که فعال هستن، خب طبیعتاً از یک قالب اجتماعی برخوردارن. اگرچه وقایعی که در ایران رخ داد اکثرا بر پایه اون تحولات سیاسی فجایعی رو رقم زد با جان بسیاری از ایرانی ها، واقعا شرایط انقدر سخت شد که نه صرفا جان بسیاری از ایرانی ها، بستگانشون، نزدیکانشون همه به خطر افتاد. از طرف دیگه وقتی این شکایت ها، وقتی مجموع این گزارش ها به محافل حقوق بشری ارائه داده میشه، خب استنباط این هست، انتظار این هست که این مراجع بتونن در اسرع وقت پروتکلی رو تشکیل بدن، بتونن تأثیری رو بر پایه یک
حکومتی که خب به تبع تمام سرکوب‌ها که نمیشه اسمشو گذاشت تنها یک حکومت جمهوری اسلامی، یک حکومت دیکتاتور یا توتالیتر هست، بلکه پا رو فراتر گذاشته، حتی از اون منشأ ایدئولوژی که ازش حمایت میکنه هم بسیار بسیار عمیق‌تر و ژرف‌تر در مبنای سرکوب و شکنجه انسان‌ها پیش رفته. طوری که حتی فجایع اخیر رو دارید می‌بینید، حتی بست این فجایع به منطقه هم کشیده شده. اما اون منابع و اون بنگاه‌هایی که بتونن، پایگاه‌هایی که بتونن از لحاظ حقوقی حقوق سلب شده مردم ایران رو حمایت کنن، شوربختانه هنوز که هنوزه مثل سازمان ملل، مثل خیلی از بخش‌های مختلف، اون توانایی اجرایی یا عقب زدن حکومت جمهوری اسلامی رو بر پایه جنایتش نداشتن، یا اگر حداقل این کار رو تونستن بکنن در پایه محاکمه چندین فرض کنید جنایتکار حکومت جمهوری اسلامی یا در خارج از کشور، یا به هر ترتیب مواردی که از لحاظ اقتصادی تا حدودی بتونه رژیم رو در محاصره قرار بده گام‌هایی برداشتن. اما حقیقت امر اینه که هیچ وقت دستشون به سردمداران و بانیان اصلی این جنایت مثل علی خامنه‌ای یا سپاه پاسداران نرسیده و عملا کار خاصی رو نمیتونه انجام بدن. برای همین بسیاری از زندانیان، بسیاری از جانباختگان همواره به این فکر میکنن که خب اگر واقعا در ایران جنایتی صورت میگیره، اگر جامعه جهانی با مبنای حقوق بشر و دموکراسی هر روز این فریاد رو، این ادعا رو مطرح میکنه که حقوق انسان وظیفه پاس نگه داشته بشه، پس چرا اقدام عملی در این خصوص صورت نمیگیره یا حداقل حکومت رو موجب نمیکنن؟ حتی با وقاحت تمام میان ریاست حقوق بشر رو باز برای ایران در یه بخشی در ژنو یا جاهای دیگه نشستایی که دارن فراهم میکنن و با وقاحت تمام هم اگر در این خصوص اعتراضی میشه باز هم در مقابل آزادی خواهان نیستن. این یه حقیقت بسیار تلخه که من فکر میکنم در این راستا یک راه بیشتر باقی نمیمونه. اونم این هستش که ملت ایران برای در واقع برای بازپس گرفتن حقشون خودشون بایستی در حال حاضر در صحنه اصلی این معادله، یعنی در جریان واقعی اون دادگاه که به نظر من کف خیابان‌های تهران هست، از لحاظ مدنی برای بازپسگیری حقوقشون در صحنه باشن و اتفاقا نشون بدن که خواهان یک حکومت قانونمند هستن، خواهان اجرای عدالت هستن. این نکته بسیار مهمیه و این انتظار رو صرفا از برون مرزی‌ها نداشته باشن، چون حقیقت امر اینه که در برون مرز با وجهه پایمال شدن حق انسان‌ها به ویژه در کشور عزیزمون ایران، ما نتونستیم چه در عرصه اپوزیسیون چه در عرصه حقوقی رژیم رو عقب بزنیم، رژیم رو به مرحله‌ای برسونیم که این رژیم هم بگه بسیار خب من دیگه تسلیم، عقب می‌کشم و دیگه جنایت نمی‌کنم، بلکه بالعکس تازه رژیم با وقاحت تمام هر روز ماشین کشتارش تداوم یافته و هر چقدر تا تونسته کشته یا شکنجه کرده. یعنی شما ما نتونستیم، منظور مخالفان هستی؟ مخالفان حکومت نیست؟ مخالفان در این راستا اعتراض کردن، کسانی که خب به هر ترتیب این جریانات رو دارن از پشت تنظیم میکنن، چون دو سه مسئله هستش. یکی استقلال شفاف و روشن این بنگاه ها یا مجامعی هستش یا دستگاه های فکری هست که این اتحادیه های حقوق بشری رو شکل دادن. دیگری علاوه بر اون منابع که شاید غیر شفاف عمل میکنن، بعضا به صورت جانبدارانه از یک گروه و از یک وجهه خاصی از اپوزیسیون حمایت میکنن، عدم حمایت رسمی اونها از وقایعی هست که در طول تاریخ ایران به ویژه در طول یک سال گذشته به صورت پروتکل روشن بیرون اومده و اونجا هم با سانسورهای صورت میگیره و از همه بدتر منابع مالی که این اتحادیه ها رو تامین میکنه و در جایی که به نفعشونه از این منابع بهره میبرن و از این جنایات صحبت میکنن و در جایی که منابعشون قطع میشه فرق نمیکنه، این گروه ها میتونن حتی رسانه ها باشن، حتی سازمان ها باشن، فرق نمیکنه، اونهایی که مدعی بازپسگیری حقوق بشر هستن. اما اون چیزی که در قانون بین المجالس و در واقع میثاق حقوق بشر کاملا روشنه، این تمایز ها نباید وجود داشته باشه. اصلا به صورت یک بنگاه یا یک پایگاه مستقل شما باید حقوق پایمال شده انسان ها رو بازپس بشمارید. اما خب شوربختانه این مسائل پشت صحنه هستش و تاثیرگذار هستش. آقای شکرابی، همینطور آقای سعیدی، چون یاد ندادی قبل از انقلاب کنفدراسیون دانش آموزان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور تشکیلاتی بود همه رقم درش بودن، عقاید و افکار و کردار سیاسی یا غیر سیاسی و اطلاعاتی و همه چیز، از چپ پکن گرفته تا چپ مسکو گرفته تا چپ تیرانا آلبانی گرفته تا فرمانبران
سوریه گرفته، حتی مانند آدم هایی مثل قدساده و ساده قدساده و بقیه بسیار و خیلی نیرومند و سازمان های اطلاعاتی مختلفی هم پشت سر اینا، KGB تا CIA، به هر حال تونستن اثرگذار باشن روی صحنه سیاسی ایران. چرا ایرانی های خارج کشور اونطور که نیما اشاره کرد نمیتونن یه همچین نیروی رو به وجود بیارن که تأثیر قرار بدن؟ این همه مخالف، این همه قدرت، این همه امکانات، این همه دیدیم تجمعات ایران چرا؟ و آقای بحرینی حکومت فقیه میشه مسئول نشست دو روزه حقوق بشر سازمان ملل، از بالا تا پایینش یه سازمان بیبو خاصیتی است. بفرمایید دارید. شکرم. به اعتقاد من این قضیه چندین لایه داره. ببینید که تصور غلطی وجود داشت حداقل تا پیش از این که سازمان هایی که به این شکل فعالیت میکنن اون نتیجه رو به دنبالش هستن که نام اونها داره تبلیغ میکنه و ادعا میکنه. اما من فکر میکنم در به مرور زمان برای ملت ما حداقل ثابت شده که منابع مالی این سازمان از کجا تأمین میشه به واقع تشکیل دهنده و تعیین کننده یه هدفی هستش که اونها دنبال خواهند کرد در زیر پوشش دفاع از حقوق بشر. این میتونه بخشش تأثیر پذیرفته باشه از سیاست های کلی که کشورها در رابطه با جمهوری اسلامی در پیش دارن، بخشش میتونه تأثیر پذیرفته باشه از سیاست کلی جهانی که ما داریم میبینیم، و بخشش میتونه تأثیر پذیرفته از نفوذ جمهوری اسلامی در منابع تصمیم گیری در کشورهای خارجی باشه. امروز اتفاقی که افتاده به اعتقاد من یک نکته مثبتی که داره این هستش که مردم ایران از این تصور غلط عبور کردن و میدونن که ناجی اونها ارگانیزیشن ها و سازمان های مثل سازمان ملل نخواهند بود، و من فکر میکنم در زمان به این کمک میکنه که ما بتونیم فیت و به قول معروف آینده خودمون رو به دست خودمون بخوایم رقم بزنیم. اینکه من فکر میکنم کمتر دیده و شنیده میشه که به شرایط بد سیاسی که زندانیان، شرایط بدی که زندانیان سیاسی باهاش دست و پنجه نرم میکنن اشاره بکنن، هم به نظر من بیانگر این هستش که ما گذر کردیم از اون چارچوبی که به دنبال دریافت بخش از خواسته هامون با چانه زنی سیاسی و تاثیرگذاری سیاسی بر جمهوری اسلامی بودیم، و هدف عملا شده براندازی این رژیم. به هیچ عنوان راه حلی در اون چارچوبی که ترسیم شده وجود نداره. این بخشی از قضیه هستش. بخش دیگه ای این هستش که خب اگر که مماشاتی با جمهوری اسلامی داره صورت میگیره تازگی نداره، پیش از این هم ادامه داشته، منتها الان به یک شکل بارستر و مشخصتری داره دیده میشه. در مجموع من فکر نمی کنم ما هرگز قادر بودیم بتونیم تاثیرگذار باشیم بر عملکرد سازمان هایی که عملا همونطور که خودتون گفتین کارایی ندارن، و من معتقد هستم در بخش عظیم از اون فاسد هستن. اگر در پیش از انقلاب اتفاقاتی افتاد به این جهت بود که خب کشورهای خارجی تصمیم کلی رو گرفته بودن و این سازمان ها عملا نقش این رو داشتن که بتونن افکار عمومی رو آماده بکنن برای برخورد دولت شاهنشاهی ایران. این تمایل و اشتها و این هدف در حال حاضر وجود نداره. خب بله این نیست، ولی حتما روی افکار عمومی بیرون از ایران هست، چون رسانه ها یا هر چی که از برای در همچی فضایی هست که برای جایزه نوبل صلح رو به خانم نرگس محمدی میدن، یعنی به نحوی وانمود میشه که توجه میشه به مسائل ایران. اگر این هست چطور میشه اینه بیشتر و بیشتر کرد این توجه رو؟ آقای شکرم دیدگاه من متفاوت هستش، به خاطر من معتقد هستم الان یک جو دو قطبی در رابطه با جمهوری اسلامی در سرتاسر جهان داره به وجود میاد. اهداء این جایزه به خانم نرگس محمدی اتفاقا در کاهش این جو دو قطبی داره کمک میکنه، و من این رو کار مفیدی نمیبینم. اگر به اعتقاد من اگر قرار بود جایزه ای داده بشه، باید به شخصی داده میشد که بر علیه تمام تبلیغات جمهوری اسلامی و بر علیه تمام عملکرد جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته تلاش میکنن برای کاهش تنش در منطقه به کشور اسرائیل سفر بکنن، و یک بار دیگه یادآور بشن به سیاستمداران اسرائیلی، به مردم اسرائیل و به مردم جهان که ایرانیان میتونن در کنار اسرائیلی ها در یک شرایط مناسب و دوستانه بتونن زندگی بکنن. و شما آقای سعید بفهم. وقتی خب پروژه هایی بر مبنای خونسازسازی تفکراتی که اکثر اصلاح طلبان در خارج از کشور دنبال میکنن
با مضمون آلترناتیو سازی شکل میگیره، جای تعجبی نداره از کسانی حمایت کنن که خب از یک شاخه فکری کاملا مشخص و روشن از یک طیف خاصی حمایت میشه و بر همین مبنا هم خب سناریوهای مختلفی رخ داد دیگه. نمونه بارزش همون منشوری بود که پس از زنده یاد مهسا امینی بیرون اومد. اما حقیقت امر اینه که تمام این وقایع از منظر نگرش و دیدگاه میهن‌پرستان امروز مورد ارزیابی قرار گرفته، حداقل نسل جوان، نسلی که امروز در صحنه هستش و تا جایی که من میدونم فریب رو به مصداق یک خیانت بزرگ میبینه. یعنی نه تنها حاضر نیست فریب بخوره، در مقابل کسانی که فریب خوردن هم یک نگاه کاملا متفاوتی داره. دلیلش هم عبور از وقایع و عوامل و موازی هستش که در واقع اون نسل در فاجعه 57 رقم زدن. بیشتر نسل جوان امروز این پرسش رو دارن که اینها چه کسانی بودن، با چه معیاری، پشتوانه و حامیان اونها حتی بیرون از مرزها چه کسانی بودن. امروز ما شاهد هستیم وقتی فرتور حسن نصرالله رو ما در وقایع 57 میبینیم، برای بسیاری این مسائل روشن شده. کسانی که امروز از حقوق انسان‌ها صحبت میکنن، کسانی که امروز مظلوم نمایی میکنن، کسانی که امروز آلترناتیو سازی میکنن، این مسئله کاملا روشنیه. و الا حقیقت امر اینه که بسیاری از زندانیان سیاسی به ویژه طیف مشروطه خواهان و طرفداران نظام پادشاهی امروز سرنوشت بسیار بسیار غم انگیزی رو تجربه کردن. خبری از اونها نیست، از آرسام هنوز هیچ خبری نیست، یا بسیاری از کسانی که مثل فاطمه سپهری با اینکه پوشش اسلامی داره اما از بطن جامعه بر اومده، هنوز مشخصا از دیدگاه و نظر اون مردم ایران با خبر نیستن، در حالی که این فرد از جانش، از تمام زندگیش، از اطرافیانش همه با خطرات مختلفی روبرو شدن. حال پرسش اینجاست، اگر ما میخواییم این پروژه ها رو در مقابل حقیقت و واقعیت هایی که به عینه داریم میبینیم کنار هم قرار بدیم، مسلما عقایدی، تفکراتی بسیار پلید پشت این جریان قرار گرفته که حالا اسمش اگه بذاریم آلترناتیو سازی، اسمش رو بذاریم اگر دولت در تبعید، اسمش رو بذاریم پر کردن خلای قدرت سیاسی، من فهم کنم هر سه این مجموعه در این تفکر جا میگیره و هزینه هایی که این پشت داره انجام میشه، در حالی که یک زندانی واقعی سیاسی، کسی که شکنجه دیده، کسی که آزار دیده، شرایط راحتی رو نمیتونه در واقع سپری کنه، اون هم داخل کشور. چه بسا بسی دقت کرد چه کسانی به عنوان زندانی سیاسی میان جایزه میگیرن، میان مورد حمایت واقع میشن و پس از مدتی هم این افراد با یک نگرش کاملا مشخص مورد حمایت یه بخش خاص و خصوصی قرار میگیرن که اون بخش استدلالش رو بر مبنای این رستاخیز میلیونی میخواد به زور به خورد ملت ایران بده. این واقعیت رو بایستی پذیرفت. اصل نمایندگی، اصل مبارزات در داخل کشور به یک طیف منتهی نمیشه. اما اونهایی که این رو نمیخوان و نمیتونن بپذیرن معمولا کسانی هستند که با چپ جهانی، با گلوبالیست ها و تقریبا با بسیاری از کسانی که به عنوان میهن پرست، حامی پاسدار میهنشون هستن، در تضاد و در تقابل قرار گرفتن. بله. خب من سمباتم رو به عنوان سوال مطرح میکنم. اگر سمبات من از فرمای شما نادرسته من خواهید گفت آقای سعیدی. میبخشید. سمبات من از حرف ایشون این هست آقای شکرابی که اون شکل درست موضوع خبر کهنه است، جایزه صلح نوبل یا جریانات دیگه، اخیراً هم یه نشستی بوده، نشست جهانی آزادی همچین چیزی، و باز یکی از همین برکشیدگان سیاست‌های دیگران در اونجا مطرح شدن. این اقدامات در جهت حمایت از یه طیف خاص در ایران به اسم اصلاح طلب بود، حال اون که در خود ایران گفته شده که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، ولی این سیاست های دیگران ولکن ماجرا نیستن. چون این آقای شکرابی استنباط من از حرف شما اینه. از صحبت های من از جناب سعیدی. آقای سعیدی عوض میخوام، استنباط من از حرف شما اینه است. همینطوره آقای چلنگی. شما موافق هستید آقای شکرابی با چنین نظری، چنین نگاهی؟ همونطور که پیش از اینم عرض کردم، بخشی از مشکل همونطور که آقای سعیدی به درستی بهش اشاره کردن، اون چیزی هستش که ما می‌بینیم داخل ایران داره ساطع میشه به خارج از کشور و نفوذ نیروهای اصلاح طلب و حالا بخش‌های دیگه از جمهوری اسلامی و همچنین
بر روی این نهادها و سازمانها هستش. بخش دیگرش هم سیاست‌های کلی هستش که خب اون چپ جهانی داره دنبال میکنه. همه اینا دست به دست هم میده در کنار کارنامه ناکارآمد این سازمانها در طی چندین سال گذشته، تبدیل میشن به موضوعی که خب عملاً حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر رو کاملا توسط این سازمان ها بی‌معنا میکنن. ولی من مجددا تایید میکنم این خبر خوبی است برای ملت ایران، به این جهت که به هیچ عنوان چشم امیدی به این سازمان ها ندارن و عملا عمل کرده اونها رو به نوعی منفی و در برابر خیزش ملت ایران میبینن. آقای سعیدی، بارها این حرف مطرح شده در تفسیر خبر که آنچه که در ایران روی میده در صورت استمرار و قدرت بیشتری پیدا کردن، تظاهرات، اعتراضات، هر چیزی میتونه اثرگذار بشه روی سیاست‌های دیگران در ارتباط با اوضاع ایران. تغییر سیاست دادن اونها تا میتونه زیر نفوذ حرکت‌های داخل ایران بشه. کمان که دیدیم در جنبش مهسا که با این عنوان مطرح شد، دیدیم که حرکت‌های انجام شد در خارج ایران، دولت‌ها یکی دو قدم نزدیک شدن به مردم ایران. این رو تا چند اندازه بازتاب واقعیت می‌دونید؟ 100% همینطوره. اگر به یاد داشته باشید من بارها از اصل توازن قدرت سیاسی یا به گفته خود شاهزاده رضا پهلوی قدرت مردم متحد صحبت کردم. جایی که مردم رو بتونن تأثیرگذار باشن، 100% تأثیر رو به نحوی این تاکتیک ها رو به کار بستن و تأثیر رو گذاشتن که خب به هر ترتیب مواضع حکومت تغییر کرد. الان شما مواضع محمد جواد ظریف رو نگاه کنید، در بسیاری از مسائل در مورد همین مسئله اسرائیل و حمله تروریستی حماس، موضع گیری ها تا حدود زیادی تغییر کرده. حالا گذشت از تمام اون پلتفرم هایی که حکومت جمهوری اسلامی در منطقه داره دنبال میکنه و شرایط رو با همین تاکتیک های گروه های نیابتی خودش داره مورد سنجش قرار میده در مقابل اسرائیل، اما به هر ترتیب فضای داخلی فضایی هستش که از اونجایی که میدونه مردم از اصلاحات عبور کردن، مردم از اون چارچوب اصلی حکومت برای انتصابات یا این شو و نمایش هایی که در طول این 44 سال رخ داد عبور کردن و کلیت حکومت رو مورد هدف قرار دادن و امروز تمام مواضع اپوزیسیون در طیف راست برای عبور از این حکومته و یه دونه به نل نمیزنه یه دونه به تخته، خب از این در حراسه. پس در نتیجه میاد مواضع خودش رو از بعد داخلی تنظیم میکنه، تا جایی که حتی همین حسن روحانی در همین طول روزهای گذشته برخلاف هزینه‌هایی که داره انجام میده باز هم داره رجزخوانی میکنه، به نحوی که هی عقب بکشه جلو بکشه، فضای انتخاباتی رو رقم بزنه، تا جایی که انقدر به تمسخر نزدیک شدن که برای فضای انتخابات روزخانی میکنن. یعنی حکومت انقدر وقیح شد، انقدر ذلیل و عاجز شده که به هر ترتیب توی مواضع سیاسی گماشتگان خودش، کسانی که امروز به عنوان جمهوری اسلامی دوم در خارج از کشور هستن، با وجود اینکه اسناد مدارک تاریخی وجود داره در مورد این افراد، باز هم با وقاحت میاد سعی میکنه از دیدگاه مردم، یعنی با مردمداری، صحنه سیاست رو تغییر بده. اما فارغ از این که مردم همه این مسائل رو بهش پی بردن، آگاه هستن و من اعتقاد دارم 100% این شرایط بر حکومت سخت‌تر خواهد شد و دیگه نمیتونه، به هیچ وجه نخواهد توانست در هیچ یک از عرصه‌ها، نه در انتصابات، نه در حوزه های رأی‌گیری، نه در بخش های مختلف، توان این رو نداره. در حوزه نظامی نیروی نیست. اینها رفتن الان یه سری نیرو از کشورهای مختلف، از افغانستان، از ممالک مختلف، برای اینکه بتونن در مقابل این جریانات نیابتی که رقم زدن بیستن و به اونها حمایت مالی یا لوجستیکی برسونن، رفتن نیرو آوردن. چرا؟ چون مردم ایران حاضر نیستن، حتی پلیس یا نیرو انتظامی دیگه حاضر نیست در مقابل هموطن خودش بیسته. این مشخصه که فضای اصلاحات، فضایی که امروز در خارج از کشور اینها رقم زدن، فضای آلترناتیو سازی، فضای رهبرسازی و غیره، به پایان خودش نزدیک شده. برای همینه که موضع گیری های دوگانه دارن، برای همینه که حتی در بخش سیاست خارجی خیلی وقیحانه حاضر میشن و چیزی جز شرمندگی برای ایران و ایرانی باقی نمیذارن. گفتگو میکنیم آقای نیما سعیدی در اروپا و آقای بابک شکرابی در تورنتو کانادا. محمد جواد ظریف سخنی که گفته قابل تأمل این هست که وظیفه جمهوری اسلامی اسرائیل رو
وادار کنه که به فلسطینی ها نگه در جنگ نیابتی شرکت کردن و نایب یا نماینده جمهوری اسلامی هستن. کار به اینجا رسیده. خفت و خاری در سفر ابراهیم رئیسی به قطر برای حکومت فقیه یا برای ایران، کدام یک؟ و پرسش‌های دیگه در میون خواهیم گذاشت با دو مهمان تفسیر خبر تا لحظات دیگه. و باز محمد جواد ظریف به عنوان امیر کبیر جدید نام بردن. حالا خود امیر کبیر هم همچین آش دهنسوزی نبود، چندین اقدام قابل تأمل و توجه و مهم انجام داده بود، بله، ولی در بسیاری از جنایت‌های انجام شده در زمان قاجار سهیم بود و مؤثر بود. بماند کار به اینجا رسیده که گفته که بله اینها دیگه به اصطلاح نمایندگان ما نیستن و اسرائیل باید اینها رو نماینده ما ندونه و بقیه موضوعات. و حکومتی که از صبح تا شب خواستار نابودی اسرائیل بود الان به چنین جاهایی رسیده و ما نیستیم و ما نبودیم و خود حماس بوده این کار رو کرده و اینا. اینو چطور تعبیر و تفسیر میکنید شما آقای شکرابی؟ من فکر میکنم بیشتر از اون که برای مصرف داخلی باشه برای مصرف خارجی هستش. اخباری شنیده میشه که بخش هایی از اون چیزی که حالا در زمانی از اعضای منشور مهسا محسوب میشدند ملاقات هایی داشتند با نمایندگان اصلاح طلب و با نمایندگان آقای ظریف. ما میدونیم که توانایی لابیگری بخش اصلاح طلبان برای جمهوری اسلامی در خارج از کشور برجد لابی قوی بوده و این همکاری به عنوان ارائه یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی در شکل کنونیش به دولت مردان غربی موضوعی است که منو نگران میکنه. در داخل کشور همونطور که شما به درستی اشاره کردید اونا فاقد هر گونه اعتبار هستن. اما وحشتی که امثال آقای ظریف دارن از این موضوع هستش که اگر که دامنه جنگ لبریز بشه به جمهوری اسلامی و سایر کشورهای منطقه و بحرانی رو بیافرینه که حتی رؤسای جمهوری اسلامی اون رو بیشتر از دایره دستورات خودشون به جمهوری اسلامی ببینن، یعنی جمهوری اسلامی هم داره حمایت اربابان خودش رو از دست میده اگر قضیه از کنترل خارج بشه، همون که عملا تبدیل میشه به اون تهدیدی که مانع این خواهد شد صلحی در خاورمیانه و در جهان برقرار بشه. بنابراین در یک همچین شرایطی نیاز دارند به دولت مردان غربی و همطور دولت مردان اسرائیلی تصویری رو ارائه بدن که میتونن شرایط رو کنترل بکنن، از جمهوری اسلامی به شکل کنونیش عبور بکنن و افرادی که به قول معروف میانه روتر هستن اسرائیل رو به رسمیت خواهند شناخت و بسیاری از مسائل دیگه اون دولت رو جایگزینی جمهوری اسلامی بکنن. این آلترناتیو دارن ارائه میدن در برابر اینکه چگونه جنگ میتونه هزینه آفرین باشه برای کشورهای منطقه. اربابان منظورم چین و روسیه است. میتونم راجع به اون توضیح بدم. من فقط یک توضیح اینجا خدمتتون عرض کنم. من به هیچ عنوان از وقوع جنگ دفاع نمی کنم، بلی اون رو به عنوان یک واقعیت، یکی از احتمالات واقعی به نظر من ما در اپوزیسیون باید مد نظر داشته باشیم و برای هر دو حالت، چه جنگ صورت بگیره و چه جنگ صورت نگیره، برنامه‌های مدونی داشته باشیم برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی. نظر شما چون اشاره کرد به ظریف نیمای گرامی در این مورد، این پس نشینی یا عقب نشینی حکومت فقیر رو در این زمین ها دیگه اون رجزخونی ها رو زیاد نمیبینیم، هم در این هستش که ما نبودیم و ما نیستیم و اینها، اینو چطور تعبیر تفسیر میکنیم؟ البته به تعبیری همینطور که جناب شکرابی فرمودن، به تعبیر اینها مصرف داخلیش رو هم بایستی در نظر گرفت، مصرف خارجیش رو هم بایستی در نظر گرفت، چون در بعد خارجی یا برون مرزی وقایع به صورت دیگری حداقل از دیدگاه اپوزیسیون مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیره. جایی که ظریف برمیگره میگه که این در واقع سردمداران حکومت جای امن میخواهند داشت اگر ما با مسئله جنگ تحمیلی روبرو بشیم، این مردم هستن که زیر آوار بمب و خمپاره خواهند مرد. خب دیگه از این بدتر چیزی نیست که کسی که ریاست
امور خارجه یک مملکتی مثل ایران رو عهده‌دار بود و در مواضع مختلف از گروه‌های مختلفی که معرف حضورتون هستن در امریکا حمایت کرد و یا از طریق اونها تغذیه می‌شد در داخل کشور، یک چنین موضع‌گیری داشته باشه. این رو بایستی در نظر گرفت. همطور که آقای شکرابی گفتن، راه حل چیست؟ من فکر می‌کنم از اونجایی که در صحبت شاهزادم دیروز در مسابقه که با آقای میبودی داشتم به این مسئله اشاره شد، باورمندی ما، یعنی فاصله بین امید تا باور، حتی با همین مسئله جنگ بخوایم این رو در میان بگذاریم که هیچ میهن‌پرستی، هیچ ایرانی راستینی حاضر نیست که بنای ساختار مملکت یا شیرازه مملکت یا اون دستاوردهایی که در مملکت هست با بحران روبرو بشه، زیرساختهای مملکت از بین بره، چون اینا همه هزینه داره و این هزینه رو باید دوباره ملت ایران بپردازن یا کسانی که مسئول هستن در این راستا، یا دولت‌ها یا حکومت‌های آینده. اما به هر روی وقتی این مسئله رو ما میشنویم به عنوان یک میهن‌پرست، شرایط کشور رو بسیار با مخاطره میبینیم، بایستی به فکر چاره باشیم، بایستی به پلن‌های مختلفی فکر کنیم. اگر کشور ما با این وقایع روبرو شد، دامنه و بس این کنش‌ها و واکنش‌ها و شاید جنگ‌های لفظی به جایی رسید که حکومت بر خودش فرصت خرید، وظیفه ما چیست؟ وظیفه کسانی که در بخش اپوزیسیون بر باورها متمرکزن. به این خواهیم رسید آقای سعیدی، به این خواهیم رسید. اما قبل از اون برگردیم آقای شکر، شما وقتی میگید که مصرف داخلی داره، خب خیلی از کسانی که در دایره به اصطلاح خود حکومت هوادارن، وابسته هستن، اعتقاد دارن، هر چی که هست، طی این سالها عادت کردن که این شعارهایی که داده میشه واقعیه و به اصطلاح حکومت خواستار نابودی اسرائیل و به ادامه خواهد داد حمایتش از فلسطینی ها، از همه جهاد اسلامی، حزب الله. ولی وقتی یه همچه عقب نشینی رو میبینن، اثری شما نمیبینید روی همین داخلی های مورد نظر شما حامیان این شعارها؟ برای من عرض کردم برای مصرف خارجی هستش. خدمتتون عرض رو کنم که میفرمایید اون به جای خود برای مصرف خارجی، که خارجی متقاعد بشن که آقا اینا این کاری نیستن که حالا اون بس دیگه، ولی اثرش رو روی خود هواداران حکومت در داخل شما چطور ارزیابی میکنید؟ من همیشه عرض کردم شاید تا 10 سال پیش بخشی از طرفداران جمهوری اسلامی در داخل کشور افرادی بودن که گمراه شده بودن، فریب خورده بودن و غیر ازاره آرمان های فلسطین و غیر ازاره که دنبال میکرد. ولی حداقل از 10 سال گذشته من فکر میکنم بر همه ایرانیان یه امر واضحی باشه که طرفداران جمهوری اسلامی منافع مالی دارن. در غیر این صورت هیچ کس نمیتونه جمهوری اسلامی حمایت بکنه. ما وقایع متعددی رو داشتیم که بیانگر این بوده که اتفاقا دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در مقاطعی، چه با دستگاه امنیتی آمریکا چه با دستگاه امنیتی اسرائیل، همکاریایی داشته. به خاطر داشته باشین این همون رژیمی هستش که میگفتش مسیر بیت المقدس از بغداد میگذره، باعث مرگ و مجروح شدن بالغ بر 1 میلیون ایرانی و 1 میلیون عراقی شده. یعنی رژیمی که مسلمان کشی رو جایز میدونست برای اینکه بخواد به بیت المقدس برسه، ما امروز میدونیم که حداقل در طی 8 سال جنگ اتفاقا تسلیحات خودش از طریق آمریکا که شیطان بزرگ از اون نام میبرد و اسرائیل و غیرازاله تامین میکرده در مقاطع مختلف با اون همکاری داشته. بنابراین من فکر نمیکنم هیچ کی در داخل ایران باقی مونده باشه که شعارهای دروغین جمهوری اسلامی رو باور بکنه. برجد اینا مسیری رو رفتن، نمایشنامه‌ای رو دارن بازی میکنن که از پایان بخشیدن به اون عاجز هستن و افرادی که اونها رو دنبال میکنن قطعا فقط به خاطر منافع مالیشون هست، هیچ انگیزه دیگه وجود نداره، یعنی انگیزه مذهبی وجود نداره. ما میبینیم اتفاقا ببینین اون خانم چادر به سری که در بازار تهران میرقصیدن و میگفتن جمله رو در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی میگفتن، خاطرم نیست دقیقا چه بود، یا امثال خانم سپهری و غیر ازاره، میبینید که بخش مذهبی جامعه هم از اینها دور شده به خاطر اینکه مسائل زمینی مسائل واقعی هستن. شما وقتی مشکل معیشتی دارید یک مسئله واقعی هستش، مسئله فرازمینی نیستش که بتونن با موهومات اونها رو برای یک مدت طولانی فریب بدن. این واقعیت است که جمهوری اسلامی باش روبرو هست و به نظر من براش اهمیتی هم قائل نمیشه. طرفداران اونها هم هرگز نظراتشون رو عوض نمیکنن به خاطر اینکه منافع مالیشون گره خورده در ادامه حیات جمهوری اسلامی. منو تایید میکنید؟ در شاید آمار دقیقی هم در دست نیست. به هر حال ادهی هستن که کسانشون به خاطر این حکومت از دست دادن. اینا فقط منافع مالی ممکن نباشه. یا بفرمایید. من معذرت میخوام.
سعیدی آغاز بکنم. من پوزش میخوام. ببینید آقای چلنگی، وقتی پس از ریزش ایدئولوژیک ما وارد مرحله ریزش اقتصادی میشیم و اشاره میکنیم به منابع مالی سپاه و اشاره میکنیم به اینکه سپاه و گروه های نیابتی اون و تمام حامیان اون در خارج از کشور باید مورد تحریم واقع بشن، خب طبیعتاً فاز بعدی چیست؟ ریزش امنیتی. الان دقیقاً بین این دو فاز قرار گرفتن، هم مخالفین حکومت هم مردم که در این شرایط با مسائل مختلف با معیشتشون روبرو هستن، در تایید صحبت آقای شکرابی. خب اینجاست که دقیقاً نقش آفرینی مردم ما به نقطه اوج خودش میرسه، چون بیشترین تأثیر رو مردم میتونن در همین مرحله به حکومت وارد کنن، چون دیگه بخش ایدئولوژیک جامعه وقتی از مذهبیون، وقتی از بخش‌های مختلف از این مراحل عبور کردن و شرایط معیشتی و اقتصادی پیش رو پاشون برشون اهمیت داره. با یک مثال ساده، اگر خدای نکرده ایران با یک جنگ تحمیلی روبرو بشه و شرایط بنزین، شرایط جابجایی سوخت با بحران روبرو بشه، برای اون فرد عادی شاید دیگه اصلا فرقی نکنه، حتی اون بخش بی‌تفاوت جامعه یا قشر خاکستری برای تامین امرار معاش خانوادش و آوردن نان سر سفره‌اش واقعا به مرحله‌ای میرسه که در شرایط امنیتی حکومت رو مقابل خودش می‌بینه. این نکته خیلی مهمیه که خواستم به این موضوع اشاره کنم. پوزش می‌خوام. خواهش می‌کنم. ولی به آقای شکرابی آمار دقیق در دست نیست که همه کسانی که از این حکومت حمایت می‌کنن لزوماً به خاطر منافع مالی، خیلی هم شاید معتقد باشن که از حمایت کنندگان که الفقر و فخری، یعنی فقر اصلا باعث افتخار ماست، روایت ساخته شده یا درست یا نادرست، این رو چطور تعبیر میکنید؟ و وقتی اینا میبینن که میلیاردها دلار اینها صرف این شده و باورشون این بوده برای دفاع از حرم بوده، برای دفاع از هر چی که بوده ولی نشده، آیا اثری نخواهد گذاشت رو حتی چنین قشری؟ من اول جناب چارنگی صحبتم رو کامل بکنم در گذشته. ببینید من معتقد هستم اتفاقا اون بخشی که هزینه داده، شهید داده، فرزندشون از دست دادن، همسرشون از دست دادن، اونا افرادی هستن که از جامعه جدا شدن. به همین جهت هم اشاره کردن به افرادی مثل خانم سپهری. یعنی منظورم این که اعتبار مذهبی جمهوری اسلامی سالهاست که به پایان رسیده. حالا من وقتی میگم همه افرادی که جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن منافعی رو دارن دنبال میکنن، این به این معنی نیست که 100% افرادی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن دارای منافع ملی هستن. ممکنه بخش خیلی کوچکی، شاید 0.5% اونها هم از جهالت مرکب باشه، من اون رو نمیدونم. ولی اون چیزی که مسلم هست این هستش که کسی که در جامعه ایران داره زندگی میکنه و واقعیاتی رو داره میبینه، اون قشری که به عنوان آقازاده از اونها نام برده میشه در خارج از کشور، در داخل کشور میبینن و خودشون برای رسیدن به آرمانهایی که جمهوری اسلامی 44 سال تبلیغش کرده بزرگترین هزینه ها رو میدن، من جمله از دست دادن عزیزانشون و هزینه های مالی و غیر وزارک، همه اینها رو در کنار هم میبینن، متوجه میشن که تمام ادعاهای جمهوری اسلامی ادعای پوشالین بوده و بنابراین نمیتونن جمهوری اسلامی رو دنبال بکنن. به اعتقاد من جمهوری اسلامی برای کنترل در داخل کشور نیاز به بخش عظیمی از مردم و حمایت اونها از خودش نداره، بلکه روی این قضیه حساب کرده که بتونه دستگاه سرکوبش حیات اون رو تأمین بکنه. اون چیزی که آقای سعیدی هم در ابتدای صحبتشون بهش اشاره کردن اینجا هستش که حتی اون دستگاه سرکوب داره از رژیم فاصله میگیره، به دنبال یک آلترناتیوی هست برای بعد از جمهوری اسلامی. بنابراین تمام اون پایه‌ها به نظر من فرو ریخته و اگر این بار جمهوری اسلامی توسط دولت‌های خارجی به عنوان گزینه بهتر در برابر براندازی جمهوری اسلامی مورد تایید قرار نگیره، قطعا سرنوشتش محکوم به سرنگونی خواهد بود. بله آقای سعیدی، ابراهیم رئیسی به عربستان رفت، در نشستی شرکت کرد که مسئولان خیلی از کشورها بودن و نشستند و برخواستند و یه بیانیه و حرفایی زدند که مثل شندانی روی جریانی که شاهد شستیم اسرائیل و سازمان حماس و فلسطینی ها نخواهد داشت بدون تعلیم دست کم در کوتاه مدت. و بعد دیدار از قطر، تمیم بن حمد امیر قطر، خب قطر هم با عربستان میدونیم اختلافاتی دارن همچنان مزمن، و این وسط در جستجوی رهبری، در تلاش برای رهبری منطقه است قطر، و این وسط ایرانی که
زمانی قدرت بزرگ منطقه بود، الان فرماندار قطر به نظر میاد. به این دلیل که گاز و نفت ایران رو قطر به نحوی نقب زده و بهره برداری میکنه و اینا جیکشون هم در نمیاد از این بابت. اینو چطور تعبیر و تفسیر میکنید وقتی که میبینید که به هر حال ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده حکومت کنونی ایران هست که به یه همچین منطقه سفر؟ تنها چیزی که میشه گفت رضالت و انزوای حکومت جمهوری اسلامی با کسانی است که انتخاب میکنه، حالا به عنوان رئیس جمهور این حکومت، نه رئیس جمهور واقعی مردم ایران، یعنی ابراهیم رئیسی. اما توجه کنید، نه صرفا مسئله پارس جنوبی، نه صرفا مسئله حاشیه خلیج فارس، بلکه اون مرابداتی که در بخش اقتصادی، رقابت‌هایی که در بخش صنعت گازی هستش، فکر می‌کنید قطر رو در چه شرایطی قرار میده؟ بایستی همواره بر مبنای امنیت و رفاه و تأمین آزادی‌های حتی نسبی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، امین امیرنشین ها، این رو نگاه کرد که از چه منظری سیاست داره دنبال میشه. سیاست از یک جبهه کاملا روشن و دقیق با تمام قوا داره به جامعه ارائه داده میشه و جامعه هم پاسخگوست، بلعکس حکومت جمهوری اسلامی که حتی خودش با خودش هم مشکل داره و به همین نسبت یا خودش حتی به خودش شک داره. همین زیر ساختایی که الان وجود داره، طبقه بندی و پشت کردن ملت ایران در بخش‌های مختلف به حکومت. خب در یک همچین ساختاری وقتی از لحاظ قدرت سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در ضعف به سر میبره و هر روز داره تضعیف میشه، خب موقعیت اقتصادی قطر، شرایطی که براش پیش میاد در معاملات یا مرابدات سیاسی، جایگاه قطر رو پررنگ‌تر میکنه. باور کنید هیچ یک از کشورهای عربی منطقه پس از اون پیمان صلحی که با اسرائیل نوشتن، یعنی پیمان ابراهیم، و امکاناتی که برای رفت و آمد فراهم شد، حتی در بحرین، لحظه اونها رو با شک و تردید روبرو نکرد، در حالی که حکومت جمهوری اسلامی در طول 25 سال پاشو کرده در یک کفش برای ساختن بمب هسته‌ای و به خطر انداختن امنیت منطقه. خب تو یک چنین شرایطی فکر میکنید کشورهای همسایه ایران چه کاری خواهند کرد؟ یک طرف جریان رو هم بایستی دید، این از یک سو. از سوی دیگر اگر ما مردم ایران به واقعیت منابع و منافع ملی کشورمون کاملا آگاه باشیم و اینکه این کشور پس از آزادی چقدر میتونه رشد و پیشرفت داشته باشه، حتی در صنعت توریسم، کشور همسایه ما ترکیه، باور کنید در ایران آزاد اگر صنعت توریسم به نحوی باشه که در یک مملکت آزاد با امنیت و رفاه و آزادی شرایط به گونه‌ای باشه که از سراسر جهان مردم جهان برای تفریح به ایران بیان، حتی در همون منطقه رقابت‌های عجیب و غریبی رخ میده. خب فکر میکنید کدام یک از این کشورهای همسایه تا به امروز دلش برای ما سوخته که آخر قطر یا کشور کویت یا عربستان دلش برای ما بسوزه؟ همه اونها به دنبال منافع خودشون هستن، همه اونها حتی تامینگر افراد و گروه‌ها و سازمان‌هایی هستن که امروز سعی میکنن جریان اپوزیسیون رو منحرف کنن. ابراهیم رئیسی هم یکی از بازماندگان همین حکومت از سال 57 که برای خوراک حکومت جمهوری اسلامی و بقای اون داره تلاش میکنه. حالا فصاحت اخلاقیش، نوع برخورد امیر قطر با ابراهیم رئیسی رو اگه بخوایم زیر ذره بین ببریم، اینا مسائلی که فکر میکنم در دیدگاه ملت ایران در طول این 44 سال از بین رفتن و تاراج منافع ملت ایران به نفع گروهای تروریستی انقدر کمرنگ دیده میشه، نه اینکه دیده نشه، اما در حال حاضر درد ما مملکت ماست، نه اینکه اینها در حال حاضر چه مراوداتی پشت صحنه دارن که میدونیم دارن. خب زاینده درد و سرچشمه درد هم هست همین مرابدات، اصطلاح زمین ساز استمرار و ادامه این درد و رنج مردم ایران هست. قطعا همونطور که اشاره کردید، توقع دلسوزی نه تنها از کشورهای عرب منطقه، از هیچ کشوری نمیشه در مورد هیچ کس در مورد ایران یا جای دیگه داشت، هر کسی، نه اینکه منافع ملی، بعضا منافع حزبی و گروهی هم هست و قطر هم یک کشوری کوچکی است در منطقه، ولی خب با ثروت بسیار زیاد، و حرف بر سر این هست که شما چطور میبینید، یعنی ایران به کجا رسیده که فرمانبر حکومت قطر هست در منطقه؟ این چه معنایی داره، چه اهمیتی داره در اون منظری که در منطقه شما میبینید آقای شکرابی؟ قطری که الان سرنخ‌های بسیار در منطقه در دستش هست، از طالبان گرفته در افغانستان، از حماس گرفته در سازمان تروریستی حماس که پول بیشتری هم از ایران دریافت کرده. این
این ساعت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ ایران کجاست؟ من به چند تا نکته به حالت لیستوار اشاره میکنم که بینندگانمون بیشتر با قضیه آشنا بشن. ببینید، منابع گازی که در قطر کشف شد قبل از انقلاب 57 و در همون مقطع زمانی ایران اعلام کرد که مالکیت مشترک داره و به خاطر شرایط جغرافیایی که قطر داشت از صادرات گاز نمیتونه سودی ببره و این ایران بود که با لوله کشی گاز به شمال کشور و از اونجا به شوروی کمونیستی و اروپا کنترل کامل این قضیه رو بر عهده داشت. بعد از اون ما میبینیم اون کودتایی که در قطر صورت گرفت که این هم جالب هستش که عزیزان بدونن من به دنبال تئوری توطئه نیستم، ولی امیر کنونی قطر در مدرسه نظامی انگلیس تدریس کرده بود و بعدا بر علیه پدر و پدر بزرگ خودش کودتایی رو صورت داد و بعد از اون بودش که شرکت های گازی شروع کردن استخراج گاز و به مایع سازی گاز و این باعث شد که قطر بتونه صادرات گاز مایع داشته باشه، بزرگترین صادر کننده گاز مایع هست. جالب است بدونیم دومین تولید کننده گاز مایع در جهان آمریکا هست که هزینه تولید گاز مایع در آمریکا 3 برابر اون چیزی هستش که قطر داره تولید میکنه. یعنی اینقدر سرمایه گذاری کلان شده که عملا برای آینده قابل پیش بینی قطر بزرگترین و اولین صادرات کننده گاز مایع در جهان باقی خواهد موند به لحاظ برتری که در بخش هزینه تولید خواهد داشت. در این حال وقتی شما اشاره میکنید به تاثیرگذاری قطر در اونچه که در خاورمیانه و شاید در ابعاد بزرگتر در جهان صورت گرفته، چند نکته حائز اهمیت است. اولا که خبرگزاری الجزیره تنها به عنوان مثال یک نمونه را عرض می‌کنم خدمتتون، تنها خبرگزاری جهانی بودش که قبل از حمله آمریکا به افغانستان در افغانستان عملاً دفتر رسمی داشت. یعنی می‌خوام بدونم که بهتون اشاره کنم که چه ارتباط نزدیکی داشت با طالبان در اون مقطع زمانی و پس از اون و کلاً با همه نیروهایی که باعث نارو در منطقه بودن. از اون گذشته وقتی که عربستان نیروهای امریکایی رو مجبور کرد که پایگاهشون رو از عربستان منتقل بکنن، این قطر بود که با هزینه 2 میلیارد دلار این پایگاه نظامی رو در اونجا مستقر کرد. یعنی منظورم اینه که ببینید الان قطر تبدیل شده بدون داشتن ارتش قوی با استفاده از این پایگاه نظامی امریکا و همچنین منابع مالی که در دست گرفته و منابع رسانه‌ای که دست داره بتونه قدرتش رو بر خاورمیانه تحمیل بکنه. برای این اهمیت قطر هست، حرف من این هست در برابر یه همچین کشوری و یه همچین خصوصیاتی ایران الان کجاست؟ ایران دست بالا رو داره، ایران فرمانبر قطره، ایران دنبال کننده سیاست های قطر هست. قطر در این حال اونقدر به سر از نظر خوراک رسانی به رسانه‌های خبری بین المللی هم نفوذ داره که در این ماجرای کمک به حماس اسمی از قطر نیست، حال اینکه یکی از کمک کننده های اصلی به حماس بوده، حتی از طریق خود اسرائیل پولهایی رو به حماس رسونده. ایران کجاست الان در منطقه از نظر شما یک فعال سیاسی در کانادا؟ ببینید، جمهوری اسلامی هرگز منافع ملی ایران رو نمایندگی نکرده، اکنون منافع ملی ایران رو نمایندگی نمی‌کنه. برخلاف تمام اون شعارهایی که میده، ببینید اون بزرگترین پایگاه نظامی دریایی امریکا در خارج از کشور در قطر هست. منابع مالی که کمک میکنه این پایگاه در جریان باشه اتفاقا از همون منابع گاز مشترکه که ایران با قطر داره. یعنی به واقع جمهوری اسلامی با استفاده بر رو بودن منابع ملی ایران داره کمک میکنه به حضور پرقدرتترین کشور جهان که ادعای دشمنی با اون رو داره در منطقه. بنابراین جمهوری اسلامی هرگز منافع ایران رو نمایندگی نکرده، اکنون هم منافع ایران نمایندگی نمیکنه. در مقاطع مختلف با اونها مثل گماشته برخورد میشه و اونها در داخل کشور ادعای دیگری دارن، ولی من فکر کنم چه در داخل چه در کشور برای مردم دیگه. خوب، قطعا منافع ملی رو دنبال نمی‌کنه، خیلی کشورها اصلا منافع ملی رو دنبال نمی‌کنه، ولی دارای وزنه ای هستن در سیاست منطقه، مثل کره شمالی. منافع ملی مردم کره شمالی کشور به هر حال دارای وزنه ای در منطقه. درست یا غلط؟ 2 دقیقه وقت داریم آقای نیمای سعیدی عزیز، و از این فضایی که وجود داره چه استفاده هایی میشه کرد؟ و میدونم شما و همراهانتون به زودی هم یک نشستی خواهید داشت. مخالفان حکومت ایران یا فعالان سیاسی چه استفاده ای میتونن بکنن از این فضایی که به وجود اومده اسرائیل و سازمان حماس جنگی کرد؟
من فکر میکنم برپایه باورها، برپایه منافع ملی کشورمون، برپایه آزادی مملکتمون، همه گروه ها، همه سازمان ها، احزاب بایستی بگونه اقدام کنن که در مقابل مافیای جهانی، حالا شاید بگیم حکومت جمهوری اسلامی یه جور شده حیات خلوت قطر و مافیاش یا موارد دیگه یا حتی برخی از کشورها، اما ما برای مقابله با این مافیای جهانی، برای مقابله با این عدم خاص پذیرش یک ایران آزاد، بایستی تشکل‌ها و گروه‌ها رو منسجم کنیم. بایستی بتونیم در این راستا احزاب و سازمان‌هایی که میتونن فعالیت‌های دقیقی داشته باشن، تأثیرگذار باشن روی رجال سیاسی غرب و خاص ملت ایران متمرکز باشیم. در همین راستا هم اجازه بدین اگر این امکان هستش من اشاره کنم به 25 نوامبر در شهر برلین ما یه همایشی داریم، یه همایش ایرانگرایی که از بسیاری از فعالین سیاسی دعوت شده بر پایه 3 پنل مشخص: ایرانگرایی در برابر اسلامگرایی حکومتی، در برابر قومگرایی و در برابر گلوبالیسم، یعنی همون دیدگاهی که امروز ایران ما باهاش با خطر جدی مواجهه. خب آقای شکرابی، شما در همچین نشست که اشاره کردن شرکت میکنید؟ 20 ثانیه وقت دارید. قدر مسلم مورد تایید من هستش، ازش حمایت خواهم کرد. اتفاقا باعث افتخار هستش که ایرانی ها در کنار همدیگه قرار میگیرن، اختلاف نظراتشون رو کنار میذارن و به مسائل میپردازن. و اجازه بدین جواب آرونه رو بعد از اینکه اسکیش حالا چه کردم خدمتون ارائه بدم. سپاس گذار هستیم، موفق باشید آقای نیما سعیدی. سپاس از شما و سپاسگزار شما آقای بابک شکرابی. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. میزن دامیان سیاسی را از یاد نبریم. اون چرا که حکومت فقید بار دیگه علم کرده علیه سنت های ایرانی، من در کانال شخصی یوتیوب بشکا هم پرداخت، اینجا مجال نشد، حتما در این زمین سخن خواهیم گفت. با سپاس بسیار از همراهی شما هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. به اتفاق امین و علی عزیز، همکارم استودیو مرکزی ایران فردا، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا درا کلوند، کوزاکروس دفتان بینالو دورفک و شیر، کوساران تاراز منگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.